خب به نام یاد خدا بریم ادامه دورمون، انقدرمون از پروژه و البته کارهای عجیب غریب زیاد توش کردیم و اینم که ریسپانسیوش تا به اینجا. خب میتونید اینا کوچیکترش بکنید تو این سایز ها دیگه، من میسپارم به خودتون دیگه، اینا چه واقعا سخت نیست. بریم که صفحه بعدیش رو پیاده بکنیم، بریم این قسمت رو پیاده بکنیم. اولین کاری که من میکنم یه اندازه از بالا بگیرم ببینم چقدر از بالا فاصله داره. بسرش اصلا زیاده، ما همون هولوش 100 پیکسل پدینگ از بالا و از پایین در نظر میگیریم. 100 پیکسل بالا و پایین پدینگ، از بغلا چقدر داره؟ اونم همونقدر باید بشن. آره همشون یکسانه، همون 100 پیکسل رو سمت داخل، 100 پیکسل هم زیاده. ولی خب حالا بریم که پیادهش کنیم این قسمت رو. این قسمت اینترو بود که نوشتیم اینجا تخصص. ما بیم اینجا بنویسیم در واقع دانش شما، ادوکیشن شما چی بنویسیم؟ بنویسیم دانش تخصص اما ادوکیشن معلومات education بنویسیم و اینکه نالج هم میشه چون education میشه آموزش. نالج هم دارم اشتباه نیست، بسیم خودش چی پیشنهاد میده. آره درست. خب دانش بهتره، 1:40 دقیقه هم بیشتر البته ایشون تایم خواهد برد که پیادش بکنیم. سکشن کلاس، سکشن کلاس نالج و بریم که بسازمش. خب بیایم اینجا و CSS شو هم بسازم. دیگه بچه ها میدونید قضیه چیه، ما با بوتستراپ استفاده نکردیم، گفتیم سواک بشه از بوتستراپ استفاده نکنه. میتونستی از ساس استفاده کنی، از ساس هم استفاده نکنه واقعیه. چرا؟ چون گرید بندیش گرید بندی خاصی نبود، یعنی مثلا نیاز به گرید بندی واقعا گرید میگم گرید بندیش هم شبکه بندی کردنش هم به قول گفتنی اصلا هرچی هم باشه شما آب خوردن خودتون میتونید هندلش بکنید، به نظرم استفاده نکنید. حالا دیگه اون با توجه پروژه های مختلفی که ما انجام دادیم واقعا با مدیا کوئری فلکس میشه همه چیز رو ساخت و نه نیاز به بوت استرپ داری. اگه جاوا اسکریپت جکوئری که در حد متوسط رو به پایین بلد باشه همه چیز رو راحت میتونی با سرچ کردن و یه کوچولو نوشتن همه رو هندل بکنی و اصلا نیاز نداری که از بوت استرپ هم استفاده بکنی. حالا خیلی دوست دارن استفاده بکنن، اون دیگه حالا شاید به خاطر قالب های آماده ای هستش که تو بوت استرپ ساخته، شما میتونید راحت ازش استفاده بکنید. آره قالب مثلا چه میدونم برای مدیریت، ما خودمون قالب های مدیریت اصلا نمی نویسیم که هستش تو اینترنت، یا می خریم یا داریم چند تا تو پروژه هامون بخوایم استفاده بکنیم راحت آب خوردن، خیلی هم خوبه. آره اونا مثلا مدیریت اوکی شما میتونید ننویسید دیگه ازش استفاده کنید پشت در واقع پشت وبسایت، ولی برای فرانت چون سرور فشار میاره که میخواد لود بشه لذا هرچی استفاده نکنی بهتره. حالا دیگه بستگی به خودتون داره. خب همین هم اینجا و اولین کاری که میکنم مدیا اونلی اسکرین اند گزینه مین ویت 3200 پیکسل رو میذارم و اولین کاری که میکنم میرسم سیکشن کلاس نالج شما بیاد ویدست بشه 100%. هیت تم که با توی یه پدینگ 100 پیکسل هم به قول این بهش میدیم و رنگش رو هم که 100% مثل 100% نمیشه بود سفیده و میبینید واقعا سفید نبود و خدا شد چشای من همزا قد ضعیف نشد. ببخشید نتونستم یه جلو خودم بگیرم و این شد قضیه. تو مین میاید اینجا با این نالجه رو ما نوشتنش یکم سخت خدا و کلید و بهتری که آدم کپی کنه.
این قسمت هم که این نالج گزینه ایمپورت نالج در سی اس اس. خب بیایم الان یه احتمال اینور بعد اجرا شده باشه، خیلی هم خوبه. خب یه اتفاق خیلی زیبا به خاطر این هستش که ما با این کار نداریم، خاطر اینکه صد از اون باکس سایزینگ رو اوردر باکس رو پیاده نکردیم. هم بازر من راستی یادم رفت که لایف سرور هم رو فعال بکنم، سی دی پروژیکت فرست و سی ال اس دی آی آر سی ال اس لایف سرور میزنید که برای براتون اجرا بگیره. خیلی هم خوب دیگه، خیالم راحت که هر لحظه خروجش رو میبینیم و بریم قسمت بعدی. قسمت بعدیش هم که این دوتا قسمته، این که مشخصه این قسمت راست داره این قسمت چپ داره. خب قسمت چپ رو اول پیاده کنیم بعد قسمت رو، فرقی نمیکنه. خب من میخوام همون میتونیم رو ریورسش کنیم، یه اون دست خودتون. این یه دونه دوتا H1 داره، حالا یه دونه P داره، یه دونه A. میرید اینجا و آب خوردن تو سیکشن هم از NTH of type 1 داریم استفاده میکنیم، از کلاس استفاده نمی کنیم. ما میام اینجا برمیگرم میگم سیکشن اولی H1 و میایید اینجا و روی اولی کلیک میکنیم. اوکی خب فونتش 40 پیکسله، یه کنترل C میزنی اینجا قرار میدی، یه کنترل D میزنی اینجا پاکش میکنی، میری یکی رو برمیداری. این هم 40 رگولار عرب ادوبی عربیک نداریم ما و یه کنترل زد میزنید اینجا، یه کلیپ کنترل زد میزنید که برگرده به حالت عادیش و اینجا هم یه دی سلکت میکنی که این نباشه. خب اینم باید ترفندی درستش میکنیم، بعدش پیه و میاد اینجا روی ایشون هم رنگشون شبیه به هم میزنه. خب ایشون 17 پیکسله، 17 که زیاده، ولی هم ما خودمون سی قرار میدیم و تگ ای داره دیگه. اینم که میشه اینم یک سر دانلود رزومه من رو داره، رزومه من. خب این اولی، دومی سکشن. خب این سکشن سه تا سکشن دیگه داره توش مشخصه. سکشن اول من یه H2 میذارم، مینویسم طراحی UX، فعلا طراحی UX و یه دونم سکشن دیگه دوش میذارم، همینجور سکشن تو سکشن. حالا بزن دیو بذاریم، بزن اینا رو دیو بذاریم، فرقی نمیکنن. حالا برای اینکه کارم راحت تر چیز بشه در واقع فرق بکن، یه دیو اینم سه تا توش تکرار میشه دیگه، یه دیو دیگه، حالا باید درستش کن، یه دیو هم اینجا طراحی UX نیست، این یکی میشه طراحیه، نمیدونم چی بود اسمش، اصلا فارسی باید بریم اسمش، موشن گرافیکه فیک و یکی هم بهینه سازی سو. خب میای اینجا و به همه زیبایی خودش قرار داده و منتظر هستش که شما شروع کنی به نوشتن. خب اینا اینور، اینا اینور. خب چون این اول اینور اومده، بعد حتما ما توی نالج که داره استفاده میکنه دیسپلی رو از نوع فلکس قرار بدی، فلکس فالو گزینه رو ریورس، رو ریورس و نو رپ رو هم قرار میدیم و بریم ببینیم چه کردیم. بسیار زیبا برمیگردیم میگیم که سکشن کلاس، کلاس نالج یه دونه دو تا سکشن داخلت داری، اولی برمیگردیم میگیم سکشن TH of type 1 و ویتس شما بیاد بشه، حالا اصلا چرا اینجوری گروپی دیگه، یعنی سکشنه ویتستون بشه 50%، جفتتون به همین شکل زیبایی که دارید میبینید و دایرکشنتون هم جفتتون بشه RTL
بچرخیدیم و خیلی هم خوب شد. خب حالا کلی کار نه، هیت هم که نمیخوام بهتون بدم فعلا و خوبه. یه پدینگ 20 پیکسل و باکس سایزینگ بوردر باکس خیلی بهتر شد و بریم که برای اولی یه سری کار شروع کنیم انجام بدیم. ما بیایم اینجا یه کپی بگیریم، خب از اینجا بعد میتونه در واقع شروع بشه. integer of type اولی، فرزند اول در واقع h1، font size گزینه 32 پیکسل، font family ایران سنس زیاده، من 100% هم از صفحه هم 33 هم زیاد 28 باز بهتر شد. خب اولین کاری که میکنیم میایم اینجا رنگ ایشون رو ما بر میداریم، میایم اینجا رو و کالر. خب خوبه یه مارجین باتم در حد 10 پیکسل هم ما بدیم بهتر شد. بریم روی پی، این نهایت باشه همون 14 پیکسل، اینم خوبه. رنگش همینه، شک نکنید تکست الاینش هم باشه جاستیفای بهتر شد. و البته یه فاصله بیشتر اینا دارن با هم دیگه، بذار من یک کنترل زد بزنم، به نظر بیشتر میاد مارجین باتمش 20 تا، اینا مارجین باتم در واقع مارجین تاپ این رو هم مقدار ما 20 پیکسل بذاریم، یه ذره بیشتر فاصله بیفته. خوبه، بریم سراغ دانلود رزومه من و این هم که آب خوردن تگ ای و اولا دیسپلیش شروع من بیام بلاک کنم، ویتسش رو هم 150 پیکسل خوبه، هیتش هم 40 پیکسل فکر کنم، اصلا یادتونه که همین مقادیر بود، بوردرش هم بود یه پیکسل سالیده، همین رنگ که اینجا دارید میبینید اینم به این شکل و رنگش زیاد انگار تو چش نمیزنه. بذارم رنگ این چیه دقیقا؟ نه واقعا این نیست، یه ذره میریم نزدیکتر. خب رنگش اینه بله، و ایشون رو انتخاب میکنید و الان بهتر شد و تکست الاینش هم هست سنتر، لاین هیتش هم هست 40 پیکسل خیلی هم خوب شد، تکست دکوریشنش هم نان و فونت فامیلیش هم همون ایران سنس. خب فونت سایزش هم همون نهایت این 14 پیکسله و رنگش هم خوبه دیگه همینه، یه سر میتونه خوشکه خیلی بیروهه، بوردر داشت رادیوس مثلا 5 پیکسل و باکس شادو 5 پیکسل 5 پیکسل 5 پیکسل بلک هم بهش بدیم، یه مقدار همچین روح نداره اصلا خیلی حتی ما دنبال روح نباید باشیم زیاد، اما چیزی که بهتون گفتن پیاده کنیم یه مقدار بهتر بشه و یه هاور هم بهش بدیم. من حالا خود برای خوشکل کردن کار خودمونو، وگر نه اصلا نیاز نیست این کار رو. مثلا بکگراند کالر یاد این رنگی کالرش هم بیاد باشه مثلا وایت اسموک، یه ترانزیشن کلن یه ترانزیشن 500 میلی ثانیه بدید تمام شد. آره بدک نشد. خوبه بریم یکی رو پیاده کنیم، بریم تو فیلم بعد فیلم زیاد نشه.